ساختند و قصه ها پرداختند، زنجیرها تافته کردند و دیوارها کشیدند، شمشیرها گداختند و به هم پیوند زدند، تا پرقدرت‌ترین و زیباترین طبیعت که نشان دوست داشتن و زندگی است را به حبس بکشند، تا صدای آنها را که با بیانشان میتوانند قدرت تیز جنایت، ظلم و دروغ را ذوب کنند به حبس بکشند. آنان غافل از آنند که زندگی شور و دوست داشتن را نمیتوان به بند کشید. فریاد آزادی خواهی و آزادی خواهان را خیال خامیست خاموش کردن. تا خورشید نیرو بخش، تا باران زندگیزا، تا زمین زاینده در من و تو و تو ای آزادی ظاهرنده بند کشیده وجود دارد، میتوان فریاد زد. لبریز از تو هم، لبریز از تو هم ای توان پرشور خوشی، از تو می نوشم، از تو می نوشم ای لطافت خوب باران، انکارم نمی توان کرد، انکارم نمی توان. بسیار خوب دوستان عزیز، با سلام و درود به شما، خوشحالم از حضور همگی شما. امروز میخواییم که بحث و سر وقت آغاز کنیم. با دوست عزیزمون مهرداد صبوری هستیم که در رابطه با دادگاه حمید نوری، چگونگی روند طی شدن و نتایجش صحبتی داریم. قرار بود که دوستمون شهریار دادور هم اینجا باشن، علی از اونجایی که به خاطر بیماری نتونستن حضور پیدا کنن. خیلی ممنونم مهداد عزیز که لطف کردین تشریف آوردین، که البته بعد از بحث شما دوستان میتونن بحث رو ادامه بدن. از اونجایی که دوست ما وقتشون به طوری محدود هست، بفرمایید بحث رو اول شما شروع کنین و بعد دوستان میتونن ادامه بدن. اگر سوال یا پرسشی هم از مهداد عزیز دارن، ایشون با ما هستن. بفرما مهداد عزیز، میکروفون در اختیار شما. خب صدای من هست دوستان عزیز، رفقای عزیز، متشکرم. من قبل از هر چیزی درود میفرستم به رفقای عزیز در روم و میخوام این رو بگم که چقدر خوبه که ما جلسمونو قبل از قبل از اینکه جلسه رو شروع کنیم و به بحث بپردازیم، با کلام بسیار شیوا و دلنشین رفیق عزیزمون رخ این جلسه رو شروع کردیم مانند همیشه. من که لذت بردم از شعر رفیقمون رخ.
و متاسفم از اینکه شهریار دادور عزیز رفیق گرامیمون امشب در کنارمون نیستش. امیدوارم که مسئله خاصی نباشه و به زودی هم بهبود حاصل بکنن. تیتر بحثی که ما داریم دادگاه حمید نوری، روند طی شده و نتایج آن. خب من یک بار در روم گفتمان سیاسی اجتماعی در ارتباط با دادگاه حمید نوری صحبت کردم و فکر میکنم که رفقا و دوستانی که در روم هستن با نظر من آشنا هستن در ارتباط با این دادگاه. اما برای شنوندگان ما که امروز به هر دلیلی در این روم شرکت ندارن، من نظر خودم رو و پروسه‌ای که طی شده رو از قبل از دستگیری و بعد از دستگیری حمید نوری و جریان خود دادگاه رو یک مروری میکنم و هر کجا که شما دیدید که خیلی بیش از اندازه شد، شما کاملا مختار هستید که مایکو از من بگیرید و اجازه ندید که من پر حرفی بکنم. همونجور که میدونید و توضیح دادم، من در رابطه با این دادگاه حمید نوری نظر خاصه به خودم رو دارم. دو تا مطلب هم در این رابطه نوشتم که متاسفم تا الان برای به اصطلاح رفیقمون پرواز نفرستادم که در سایت بذارن. این کار رو خواهم کرد که دو تا مطلب رو میفرستم برای پرواز عزیز که اگر تمایل داشتن در به اصطلاح سایت روم گفتمان هم بذارن اگر لطف بکنن و صدا بدونن. خب همونجور که میدونیم حمید نوری طبق داستانی که برخی از جدا شدگان از مجاهدین مطرح میکنن، به خصوص آقای ایرج مستاقی مطرح میکنن، داستانی که ایشون مطرح میکنن این هستش که حمید نوری به واسطه این که یک فامیلی داشته، دختر خواندهی داشته در سوئد، چندین بار به سوئد آمده و بار آخری که به سوئد آمده هم به این دلیل بوده که اختلاف خانوادگی برای دختر خواندهی ایشون به وجود اومده و به خواسته اونها به سوئد آمده بوده که پادرمیونی بکنن. اون آقایی که به اصطلاح همسر دختر خوانده حمید نوری بوده بهشون شک میکنه و با ایرج مستاقی تماس میگیره. با ایرج مستاقی جلسه میذاره و به ایرج مستاقی میگه که همچی آدمی هستش، این عکسشه و الاخر. و ایرج مستاقی میگه خب من این آدم رو میشناسم و ایشون در زندان گوهردش بوده، در کشتار سال 60 دخالت داشته و الاخر. و بعد از اون ایرج مستاقی، من البته تمام اینا که صحبت میکنم صحبت های من نیست، صحبت های آقای ایرج مستاقی و بخشی از جدا شدگان از مجاهدین هستش و تمامی چیزایی هم که میگم به صورت کاملا علنی و واضح از جانب خودش این جدا شدگان از مجاهدین در سایت ها، در تلویزیون ها و جاهای مختلف انتشار بیرونی پیدا کرد. بعد از اون با ایرج مستاقی و دوستانش، آقای حمید اشتری و یکی از دوستان دیگرشون، با یکی از وکلای ایرانی تماس میگیرن در لندن
به اصطلاح ایشون زندگی میکردن و بعد از اون این آقای وکیل ایرانی کاری که انجام میده با یه دفتر وکالت که انگلیسی بوده میاد این برای بین ایرج مستاقی و دوستانش یک جلسه مشترکی میذارن و در اونجا اینا به این نتیجه میرسن که خب ما باید حول چه محوری این کیس رو درست بکنیم. در اونجا به این نتیجه میرسن که حول محور جنایت جنگی قبل از اینکه اصلا کیس رو به چی بدن بیارن به دادستانی سوئد بخوان ارائهش بدن میان چیکار میکنن؟ میان خودشون در اونجا با مشورتی که با وکلای انگلیسی میکنن به این نتیجه میرسن که حول محور جنایت جنگی این پرونده رو درست بکنن که بعد وکلای دفتری که در انگلیس بوده با دادستانی سوئد تماس میگیره و در با تماسی که میگیرن میگن که سه تا شاکی هستن و این سه تا شاکی اینها دلایل قانع کننده ای دارن در ارتباط با فردی که قراره که به از ایران به سوئد بیاد. خب موقعی که این رو ارائه میکنن به دادستانی سوئد، دادستانی سوئد هم دقیقاً بر روی همین به اصطلاح نظری که دفتر وکالت انگلیسی برش انگوش گذاشته بود و جدا شدگان مجاهدین هم باش موافق بودن، یعنی جنایت جنگی، یعنی در شرایطی که جنگ بین المللی بوده و مجاهدین سازمان مجاهدین هم بخشی از این جنگ بین المللی بودن در سال 1367، یعنی در موقعی که مجاهدین عملیات فروغ جاویدان رو انجام دادن، در اینجا چیکار میکنن؟ میان این رو با دادستانی سوئد هم مطرح میکنن. دادستانی سوئد هم بر همین موضع حرکت میکنه و کیفرخواست خودش رو ارائه میده، بعد شروع میکنه به اگه یادتون باشه از بعد از اینکه حمید نوری دستگیر شد در فرودگاه اولاندای استکهلم، از اون به بعد ما نزدیک یک سال خورده با این روبرو بودیم که ایشون رو هر یک ماه و نیم یا یک بار به دادگاه می آوردن و بعد دو مرتبه قرار برش تمدید می کردن تا به اینکه دادگاهش در سال گذشته شروع شد، یعنی سال 2021 شروع شد، آگوست 2021 شروع شد. تا اینجای قضیه اگه نگاه بکنیم به اصطلاح اون داستانی که من اول شروع کردم گفتم که جدا شدگان از مجاهدین به خصوص آقای ایرج مستاقی مطرح کرده بودن که ایرج حمید نوری به این دلیل به قرار به خارج از کشور بیاد و بعد از اون به اصطلاحشون موفق میشه با دیداری که میکنه با همسر دخترخوانده اش هم ایرج مستاقی با دفتر وکالت انگلیس شروع میکنن به این کار رو انجام دادن و بعد از اون هم که داستان رو میدونیم که دادستانی سوئد دست به این کار میزنه و حکم بازداشت حمید نوری رو میگیرن و در فرودگاه اولاندای سوئد ایشون رو دستگیر میکنن. خب تا اینجای قضیه مسئله چی هستش؟ تا اینجای قضیه اگه بخوام نگاه بکنیم مسئله بر سر این هستش که ببخشید من یه مقداری الان این صفحه رفت، نمیدونم چی شد، آیا
برگشتم، ببخشید. بله، بعد از اون من یه مشکلی پیش اومد برای کامپیوترم، یه لحظه سیاه شد، نمیتونستم چیزو ببینم، به خاطر همین برش گردوندم. و خب تو این جریان که اتفاق افتاد، سه تا گروه بندی یا شاید بیشتر، ولی من بر سه تای عمده اونها انگوش میذارم. روندی که پیش رفت در رابطه با دادگاه حمید نوری و دیدگاه هایی که وجود داشت رو بر میشوارم. یکی همین جدا شدگان از مجاهدین بودن که کیفرخواست دادستانی سوئد رو قبول داشتن، یعنی جنایت جنگی در رابطه با مجاهدین و قتل عمد، اون چیزی که بعدها در رابطه با زندانیان سیاسی چپ مطرح شده بود، یعنی زندانیان سیاسی چپ رو به الان اون چیزی که در دادگاه در رابطه مطرح شده، یعنی این که طبق کیفرخواست دادستان قتل عمد هستش در رابطه با زندانیان سیاسی چپ. به خاطر همینم اگه توجه بکنید در میان کسانی که در دادگاه شرکت کردن، زندانیان چپ به عنوان شاهد در دادگاه شرکت کردن، نه به عنوان شاکی. این اون من داشتم بر سر این صحبت میکردم، اون سه تا گرایشی که در رابطه با دادگاه حمید نوری شروع به فعالیت کرده بودن، یکی جدا شدگان از مجاهدین بودن که در رأس اون آقای ایرج مصداقی و دوستانش، و که کلی دستگاه قضایی سوئد و دستگاه دموکراتیک و بر پروسه حقوقی و قضایی به اصطلاح از روز اول انگوش گذاشتن که بله، ما می‌خوایم در چارچوب پروسه حقوقی و قضایی این به اصطلاح دادگاه به پیش بره، و دادگاه هم دقیقا بر همین بنا شده، یعنی حقوقی و قضایی هستش اینا، و دادخواهی رو که از نظر اینا مطرح بودش، یعنی تو این چارچوبه. جریانات دیگری که گرایش دیگری که در این رابطه بودش، جریاناتی بودن که زندانیان سیاسی چپ بودن که در وهله اول یک بیانیه دادن، اطلاعیه دادن، و بعد از اون این اطلاعیه که دادن بیانیه اعلام کردن که ما به صورت مستقل در این پروسه شرکت خواهیم کرد با نظرات مستقل خودمون، وکیل مستقل میگیریم و الی آخر. که تو این جا خب این به نظر من برداشت خودم رو میگم در این رابطه، میتونه برداشت من همونجوری که در رابطه با جدا شدگان از مجاهدین هم اشتباه باشه، ولی خب این نظر منه و برداشت من هستش. اینا در رابطه با اینها جریانات چپ هم اومدن گفتن ما مستقل شرکت میکنیم و کار رو به پیش میبریم، ولی ما دیدیم که توی این پروسه اون بخشی که بیانیه دادن، اون بخشی که اعلامیه دادن، برخلاف اون بیانیه و اعلامیه اولی که دادن، اون چیزی که عملا نشون داده شد، شدن بخشی از همین پروسه حقوقی و قضایی، یعنی قبول کردن دستگاه قضایی دولت سرمایه‌داری سوئد رو به یک نحوی قبول کردن به عنوان مجرا، یک جایی که بشه بهش مراجعه کرد و این پروسه رو، اون چیزی که به اصطلاح گرایش اول میگه که ما در چارچوب یک نظام دموکراتیک داریم این پروسه رو به پیش میبریم در حقوق قضایی هستش، دیدیم که این رفقا و دوستانی که بیانیه چپ رو به اصطلاح زندانیان سیاسی چپ هم داده بودن، تو همین چارچوب قرار گرفتن. البته خب تک و توکی هم از این رفقا نظرات مستقل خودش رو مطرح کردن، ولی اون رفقایی که اعلامیه دادن، دوستانی که اعلامیه دادن، در به نظر من متاسفانه در همین چارچوب قرار گرفتن. بخش دیگریه که اگر نگاه بخواد بکنیم که شرکت
نکردن در این پروسه، به دلیل اینکه معتقد بودن که دادخواهی واقعی در فردای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در ایران صورت خواهد گرفت و در اونجا هستش که ما این مسئله دادخواهی رو میتونیم به پیش ببریم با به اصطلاح یک دادگاه بین المللی که حقوقدانان بین المللی، وکلا، نمیدونم قاضیان بین المللی و غیره بتونن در این دادگاه بین المللی در فردای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در اونجا شرکت بکنن و یک دادگاه واقعی که بخواد دنبال حقیقت باشه، یعنی حقیقتیاب باشه، نه در چارچوب حقوقی و قضایی تنها بخواد کار رو به پیش ببره. البته خب نظر دیگه هم که در همین رابطه مطرح بوده و هستش در به اصطلاح این گرایش سوم، اگر چنانچه در این دادگاه قرار بود شرکت بکنن جریانات به اصطلاح چپ، به زندانیان سیاسی چپی که بودن بخوان شرکت بکنن، با حفظ موزه مستقل خودشون در این دادگاه شرکت بکنن و به عنوان یک تریبون بتونن در اونجا بتونن در دادگاه شرکت بکنن، نه در چارچوبه اون چیزی که دادستانی سوئد به عنوان کیفرخواستی که مطرح کرده بود، کیفرخواست به اصطلاح که دو تا پونت اصلیش جنایت جنگی در رابطه با سازمان مجاهدین و در رابطه با زندانیان چپ در رابطه با قتل عمد مطرح شده بود. خب تا این جای قضیه اگه نگاه بکنید، توی این 90 خورده‌ای که جلسات دادگاه حمید نوری در استکهلم برگزار شد رو بخوایم یک نگاه کوتاهی بر اینم بکنیم، می‌بینیم که اون چیزی که در شهر استکهلم بود و یکی دو هفته‌ای که به دادگاه رفت به خاطر اینکه برخی از شاکیان که از سازمان مجاهدین بودند و در آلبانی زندگی میکنن و نمیتونستن به دلایلی به سوئد مسافرت بکنن یا سفر بکنن به دلایل به اصطلاح پاسپورت و غیره و اینا که الان مورد بحث ما نیست، دادگاه رفت در اونجا. کلن در تمامی این پروسه ما خب فکر کنم اغلب دوستان و رفقایی که الان در روم هستن و شنوندگان ما اغلب این دادگاه رو گوش کردن، جلسات این دادگاه رو گوش کردن. من خودم یکی از کسانی بودم که جلسات دادگاه رو به صورت میتونم بگم کامل گوش کردم و تمامی جلساتش رو از به قول معروف از دقیقه اول تا روز آخری که برگزار شده اینا این دادگاه رو گوش کردم از طریق اینترنت. درست تو اون پروسه که به اصطلاح دادستانی در نظر گرفته بود بر اساس کیفرخواست دادستانی به پیش رفت و دیدیم که شاکیان خب در اونجا نظرات خودشون رو مطرح کردن، در میون شاکیان و شاهدین تفاوت نظر بود، اعضا و نمایندگان به اصطلاح زندانیان سیاسی سابقی که هنوز هم هوادار سازمان یا اعضای سازمان مجاهدین خلق هستن در دادگاه اومدن، بیشتر به خصوص اونایی که شاکی به عنوان شاکی بودن از مواضع سازمانی بیشتر دفاع کردن، بر مواضع سازمانیشون انگوش گذاشتن و موقعی هم که در رابطه با اون کشتار سال 67 به بس پرداختن بر سر این بعضن هم ما شاهدین بودیم که ابراز پشیمانی می کردن و ناراحت بودن که چرا دوستانشون که سربدار شدن و خودشون شرمنده بودن که چرا مثلا خودشون اونها هم اعدام نشدن یا کشته نشدن، به یک طریقی ابراز شرمندگی میکردن در این رابطه و تکیه بر سر این که
در هر صورت در اونجا مغازه سازمانی و غیره و اینا که همه دوستان و رفقا این دادگاه رو گوش کردن حتما. در رابطه اگر شما توجه کنید، خب بخش دیگر که میشه گفت که جدا شدگان از مجاهدین بودن، دقیقاً در چارچوب اون چیزی رو که دادستانی، که فرخواست دادستانی بود، حرکت میکردن. با قول معروف نه یک کلام بیشتر یا نه یک کلام کمتر، در این چارچوب دقیقا حرکت میکردن و این صف‌بندی در درون خود دادگاه کاملا مشخص بود. خب رفقا و دوستانی که از زندانیان سیاسی چپ بودن در دادگاه هم ما شاهد این بودیم که خب این رفقا اونجا به نظر من درست اومدن این چارچوب حقوقی قضایی دولت سرمایه‌داری سوئد میخواستن رو قبول کردن و وارد دادگاه شدن و به عنوان یک تریبون استفاده نکردن، ولی تونستن که در هر صورت اونجا برخلاف این دوتا گرایش به اصطلاح مجاهد و جدا شدگان از مجاهدین، به اصطلاح در اونجا نظرات مستقل رو تا اندازی مطرح بکنن. البته جدا از زندانیان سیاسی چپ و چپ و مجاهد و جدا شدگان از مجاهدین، زندانیانی بودن که چند نفر از زندانیانی که بودن که وابسته به حزب توده اکثریت بودن، از اکثریت هر دو جناش بیشتر معذرت میخوام از جناح کشکرش بود، یکی دو سه نفر بودن و اگه اشتباه نکنم یکی دو سه تا هم از حزب توده بود و یکی هم از فرغان بود که در اونجا بودن، در کنار به اصطلاح همجور که گفتم جدا شدگان از مجاهدین و رفقای زندانیان چپ در اینجا. خب توی این خود دادگاه بود که من بیشتر نمیخوام بهش بپردازم، چون میدونم که همه شما گوش کردید و احتیاج ندارید که من دو مرتبه بگم که جلسه اول دادگاه چی شد، جلسه نمیدونم دهم چی شد، پنجاهم چی شد یا 49 چی شد، چون همگان اون جلسات رو گوش کردید. اما همونجور که گفتم این دقیقا میشد این اختلاف نظر رو بین این 3-4 تا گرایش در درون خود دادگاه هم ملاحظه کرد. اونجایی که مثلا وکیل مجاهدین میومد، آقای کنت لوئیس که وکیل مجاهدین بودش، خب مشخصا اهداف مجاهدین رو و زندانیان سیاسی سابق مجاهدین رو به پیش می برد در دادگاه با سوالات خودش، با موضع‌گیری های خودش، با توجه به این که تا روز آخر و در دفاعیات آخریش هم که مطرح کرد باز دو مرتبه اعتراض کرد و همین مقوله چرا دادستانی جنایت جنگی رو و مسئله بین المللی رو که یعنی مجاهدین در یک دادگاه در یک جنگ بین المللی اومده شرکت کرده رو دادستانی سوئد مطرح کرده. البته از یه جنبه من خودم شخصا میخوام یه چیز رو مطرح بکنم، این بازی سیاسی که بین جدا شدگان از مجاهدین بود که از لندن شروع شده بود، یعنی بعد از اینکه خبر اومدن حمید نوری رو دریافت کردن جدا شدگان مجاهدین، اون داستانی که تعریف کردن، دقیقاً یه چیز رو به نظر من جدا از مسئله حمید نوری دنبال می‌کردن و اینکه با مطرح شدن این جنایت جنگی در آینده، از جنبقی من حقوقدان نیستم ولی شما به هر حقوقدانی که بخواید مراجعه بکنید میشه در آینده این مسئله رو، این جنایت جنگی که مطرح شده و اینکه مجاهدین در یک جنگ بین المللی شرکت کرده بودند
میتونن در آینده به قول معروف اعضای سازمان مجاهدین، سران سازمان مجاهدین رو در دادگاه های بین المللی پای به اصطلاح محاکمه اعتمادی بکشونن. البته این میگم من حقوقدان نیستم، حقوقدان ها باید در این رابطه صحبت بکنن. خیلی از در این یکی دو ساله که حمید نوری دستگیر شده در این رابطه بحث های بسیاری صورت گرفته در این رابطه در این مورد، اما به نظر من بازی بسیار بسیار خطرناکی رو از جنبه خب هر کسی، هر جریانی، هر فردی، هر گروهی، دسته محفلی از موضع و چیز خودش حرکت میکنه و خودشو محق میدونه در این رابطه ها، و ما تو این رابطه هم خب از اینجا میبینیم که این موضع‌گیری ها صورت گرفته. اما خود موضوعی که در رابطه با این کیفر خاص بودش و اشاره بر سر این میشد که طبق قوانین سوئد نمیشه مسئله نسل‌کشی رو در این پرونده یا جنایت علیه بشریت رو آورد، اما بعضی از در خود همین دادگاه، در خود همین دادگاه برخی از اون کارشناسان که اومدن نظر دادن، از جمله آقای جفری رابینسون که در ایران تریبونال هم شرکت داشت، البته من وقتی اسمشون رو میارم منظور بر سری نیست که ازشون دفاع میکنم، اتفاقا من از لحاظ فکری و نظری و عملی خیلی هم با ایشون مخالف هستن، چون ایشون عضو حزب محافظه‌کار انگلیس بودن و در کنار اینکه یک حقوقدان برجسته بین‌المللی هم هستن، و به خاطر همین وقتی من صحبت از این میکنم که آقای اسم ایشون رو میارم، آقای رابینسون رو میارم، منظورم جنبه جانبداری نیست از ایشون. ایشون در دادگاه به نظر من به عنوان یک کارشناس تونست در جلسه کارشناسی نشون بده که مقوله این که این یک نسل کشی بوده است، یک جنایت بشری بوده، در مرداد و شهریور سال 1367 برخلاف اون چیزی که دادستانی سوئد جنایت جنگی مطرح کرد، خب ما دیدیم که برخی از کارشناسان بر سر این مسئله جنایت بشری و نسل‌کشی اومدن در همین دادگاه انگوش گذاشتن. البته خب همونجور که گفتم طبق قوانینی که در اون چیزی که مطرح شد که مطرح میکنن که دست دادستان‌های سوئد بسته بوده برای اینکه جنایت جنگی و نسل‌کشی رو مطرح بیارن در این پرونده. این نکاتی بود که من میخواستم با توجه به این که در جلسه چند ماه پیش به این دادگاه حمید نوری پرداخته بودیم این رو بهش اضافه بکنم. البته خب بعد از این در ارتباط با مقوله خود دادخواهی و اینکه دادخواهی رو مثلا فرض کنید من نوعی، شمایی که الان رفقا دوستانی که در روم هستید، احزاب، سازمان ها، محافلی که در رابطه با آزادی زندانیان سیاسی مبارزه می کنند، دیدگاه مختلفی هست، گرایشات مختلفی هست، برداشت های مختلفی هست در رابطه با مقوله دادخواهی، و همونجور که گفتم تو این رابطه حتی بعد از پایان این دادگاه که چند روز پیش بودش، ما دیدیم که برخی از کسانی که حول همون جدا شدگان مجاهدین بودن، البته کسانی در استکول جا گرفته بودن، یک انجمن دیگه بود به اسم انجمن ترانه که میگفتن ما با جدا شدگان مجاهدین هیچ
ارتباطی نداریم. اینا فراخوان داده بودن از چند وقت پیش و جایی رو گرفته بودن و یک جشن گذاشته بودن. ولی خب در همون زمان ما دیدیم که خیلی های دیگه که از جریانات چپ و غیر چپ در اون جشن به اصطلاح داخل گیومه دادخواهی شرکت نکردن، که بیشترشان فقط موسیقی بود در یک مکانی در شهر استکهلم، بله انجمن ترانه، درسته. در اونجا برگزار شد و سازمان مجاهدین در همونجا معتقد نبودن به مسئله برگزاری جشن در این روز، و تا اونجایی که من پیگیری کردم نظرشون این بود که اگر قرار جشنی برگزار بشه، موقعی هستش که حکم دادگاه بده و که الان اگر روزش رو دقیقا من موش کردم، ولی ماه جولای هستش که قراره که این حکم دادگاه بده طبق اظهار نظر آقای رئیس دادگاه آقای ساندرز. بله آقای ساندرز اینو مطرح کرد که در ماه جولای این مثلا حکم نهایی رو خواهند داد. و در کنار این خب همجور گفتم این سه تا گرایش یا چند تا گرایش، هر چند تا که بخوایم اسم ببریم، خودش رو حتی در لحظات آخر که دادگاه هم تموم شد ما باش روبرو بودیم، همونجور که الان در سایت گفتمان سیاسی اجتماعی هم میبینید این رو کاملا میشه در منظورم در تلگرام گفتمان سیاسی اجتماعی هستش میبینیم که مجاهدین برای خودشون، بچه های چپ یه جا برای خودشون، بچه دادشتگان از مجاهدین و کسانی که هولوشوش بودن در جای دیگه برای خودشون این حرکت رو انجام دادن، که البته به نظر منم کاملا طبیعی بود، باید این چنین صورت میگرفتید. در این مورد که حاشیه های خود این دادگاه هم خب باید به برخورده های حمید نوری اشاره کرد، اون حالتی که یک حالت دلغک که البته با احترام به تمامی دلغک به عنوان یک هنرمند، به نظر من یک دلغک یک هنرمند، یک هنر بزرگ، ولی خب ایشون توی مثال میگن که مناقشه نیست، منم به خاطر همین از این استفاده میکنم. در دادگاه واقعا در از روز اول تا لحظه آخری که رئیس دادگاه به اصطلاح کلام آخرم به ایشون داد، تو هم کلام آخرم اگه شما توجه کرده باشید واقعا شما این دلقکبازی و لودگی رو از ایشون کاملا میتونستید ببینید و چاپلوسی رو میتونستید از ایشون ببینید، و البته در همون قسمت آخرش هم که رئیس دادگاه آقای قاضی ساندرز بهشون اجازه داد که گفت شما کلام آخر رو بگید، در اونجا اتفاقا که خیلی توجه شاید نکردن پیام سیاسی داد، پیام سیاسی داد، یعنی نه از جانب حمید نوری بلکه از جانب رژیم جمهوری اسلامی پیام سیاسی داد، یعنی این که گفت در اونجا ما بین ملت، از کلمات حمید نوریه این صحبتهای من نیست، بین ملت دو تا ملت بزرگ سوئد و ایران باید دوستی و صلح و آرامش و همکاری و نمیدونم از این چرند که مطرح میکرد باید برقرار باشه و ما باید از این فرصت استفاده بکنیم برای اینکه صلح و دوستی و میون خودمون دامن بزنیم، یعنی داشت پیام میداد، این پیامی که به قول معروف اگر
الان با توجه به این که احمد رضا جلالی که زندانی دو تابعیتی که الان چندین ماه یا بیشتر از دو سال در زندان رژیم جمهوری اسلامی به سر میبره رو اعلام کردن که آخر اردیبهشت تا آخر اردیبهشت میخوان اعدامش میکنن، یعنی پیام سیاسی داد در چیز در دادگاه در این رابطه که به قول معروف باید وزرای خارجه دو تا رژیم برن پای یک بندوبست سیاسی در این رابطه و ایشون را هم با به قول معروف به قول خود مذهبی ها با سلام و صلوات مانند قاتل دکتر بختیار که از فرانسه به تهران فرستادش و بعد دست گل به گردنش انداختن و قاتلین دکتر شرف کندی و دوستانش که در رستوران در برلین ترور شده بودن رو شاهد بودیم که کاظم دارابی رو با دست گل در فرودگاه به گردنش آویزون کردن، شاهدیم باشیم که حمید نوری یا حمید عباسی اون چیزی رو که زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی شروع میشناختن رو هم شاهدی باشیم که دست گل در فرودگاه خمینی در تهران به اصطلاح آویزون بکنن. من تا همینجا بسنده میکنم، امیدوارم اینکه تونسته باشم یه شمایی از این روند دادگاه ارائه کرده باشم. البته من به این دلیل این صحبت ها رو به این طریق انجام دادم به خاطر اینکه ما یک بار چند ماه پیش یک بار به همراه شهریار دادور عزیز چند ماه پیش در همین اتاق دادگاه حمید نوری رو بررسی کرده بودیم و به خاطر همین من زیاد داخل دیتیل نشدم و اگر دوستان رفقایی که در روم هستید فکر میکنید که ناکافی بوده به من بخواید اشاره بکنید که من اگر در توانم باشه با شما دوستان رفقا در میون میذارم اطلاعات دیگری رو. به خاطر همین من گفتم توی من زیاد جزئیات نرفتم و بیشتر به اون نکاتی که احساس میکردم که احتیاج هستش بهش پرداختم. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و مایک رو میسپارم و امیدوارم که تا زمانی که در روم هستم یعنی ساعت 21:50 الان 8:41 هستش با هم دیگه بتونیم بحث خوبی رو به پیش ببریم. مرسی از این فرصتی که به من دادید و امیدوارم در جلسات بعد رفیق عدن و شهریار دادور هم بتونم سلامتیشو نصب بیارن و برگردن و بتونم بحث جامعه تری بهتر از من ارائه بدن. مایکو میسپارم. خیلی ممنون دوست عزیز، متشکرم، خسته نباشین. دوستان اگر صدای منو میشنوید دو بزنین. بسیار بسیار خوب بود، بحث خوبی ارائه دادین، متشکرم از لطفتون. امیدوارم که صدای من برسه مثل که اینطور هست. در اینجا من اگر دوستان مایلن سوالی دارن تا ایشون میتونین نوبت بگیرین و سوالتون رو بپرسین و همینطور در بحث شرکت کنین. تنها مسئله که از مهداد عزیز من در روم زدم، دوست ما نجات پرسیدن که عواقب جنایت جنگی و فرق اون با سایر جنایات رو توضیح بدین که شما گفتین جنایت جنگی بوده. این سوالی هست که دوستان در تکست داشتن، من خدمت شما میگم اگر مایل هستین در این مورد صحبت کنین. اگر دوستای دیگه هستن که سوالی دارن یا مطلبی هست میخوان اضافه کنن میتونن نوبت بگیرن و در بحث شرکت کنن. من مهداد عزیز واقعا برای 40 دقیقه صحبت کردن خسته نباشین، خیلی لطف دارین، متشکرم که علی‌رغم تمام مسائلی که بود تشریف آوردین. امیدواریم که شهر دادورم خوب باشن و در یک وقت دیگری که سلامتشون رو به دست آوردن
اینجا با ما باشن حتما به شما هم اطلاع خواهیم داد. و در ضمن من فایل صوتی هفته گذشته رو در لینکی که در پایین گذاشتم، گفتمان سیاسی اجتماعی بلاگ‌اسپات، اونجا اگر برین نوشتم فایل صوتی قبلی و میتونین اونها رو هم گوش بدین احیانا اگر کسی گوش نده. برای این مداد عزیز اگر امکانش هست 82 جلسه من تا اونجا که میشد دنبال کردم، میکروفون خدمت شما میدم، سوالی که اون دوست کرده بود و اگر مطلبی هست در پایان که خیلی ممنون میشم ازتون. شروع کنم که سوال دوست عزیزمون نجات رو در مثلا تکست رو پیدا بکنم، چون من صدای شما رو درست متوجه نشدم. با پوزش بسیار خوب. اوکی، صدا خوبه پس. بسیار خوب. بله، من الان متوجه شدم عواقب جنایت جنگی و فرق آن با سایر جنایت ها توضیح دهید. ببینید، در رابطه با جنایت جنگی اون چیزی که مطرح شده توی دادگاه و اصلا به طور کلی از جنبه حقوقی وقتی که جنایت جنگی مطرح میشه، یک جنگ بین‌المللی رو در نظر میگیرن، همون جوری که دادستانی سوئد توی کیفرخواستش هم اومده. شما اگه به کیفرخواست مراجعه بکنید کاملا علنی این کیفرخواست و اصلا به طور کلی کلیه اون از روز اول تا روز آخر رو شما میتونید به عنوان یک پاکت کاملا بزرگ از دادستانی یا دستگاه قضایی دادگستری سوئد این رو بخرید. به یک قیمتی هستش اگر اشتباه نکنم 250 یا 300 یورو هستش، اگه اشتباه نکنم، شاید من اشتباه میکنم ولی میدونم که از این بیشتر نیست این قیمتش. اما برگردم به سر این که جنایت جنگی وقتی که توی جنبه بین المللی مطرح میشه، منظور به سر اینه که یک جنگی بوده، فرض کنید جنگ در یوگسلاوی، چه میدونم جنگ در الان در اوکراین، خب این یک جنایت جنگی به اصطلاح صورت میگیره در یک جایی بین دو تا کشور، یک جنگی صورت میگیره و یا چند تا کشور در یک جنگی دخالت دارن. خب اگر بخوان به این جنایتی که صورت گرفته که از جنبه حقوقی اسمشو گذاشتن جنایت جنگی در حقوق بین الملل، اینجا میان چیکار میکنن؟ میان این از این جنبه به پرونده نگاه میکنن، مثل اون چیزی که فرض کنید در رابطه با یوگسلاوی هم صورت گرفت در دادگاه لاهه، بخشنش در رابطه با جهت جنگی بود که به اصطلاح به پرونده ها نگاه میکردن. حالا در رابطه با این دادستانی سوئد اومد این جنایت جنگی رو مطرح کرد. تفاوتش با نسل کشی بر سر اینه که شما وقتی که باید، البته خود تعاریف خاصه به خودشو داره این جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت یا نسل کشی، که همونجوری که من در آغاز صحبتم گفتم من حقوقدان نیستم و جنبه حقوقی زیاد سردر نمیارم، ولی چیزی که من میدونم من جنبه سیاسی میتونم نظر بدم، سیاسی حقوقی نظر بدم نه صرفا حقوقی. و اون چیزی که من میدونم این هستش که اگر در این دادگاه بر نسل‌کشی انگشت گذاشته میشد، اولا یک پیروزی بزرگ میشد برای اون چیزی که ما به اسمش میذاریم جنبش دادخواهی. این یک، جدا از این که در یک پروسه حقوقی قضایی در چارچوب دستگاه قضایی سوئد هم حتی بخوایم حرکت بکنیم، اما
این رو ما باش روبرو شدیم که به اصطلاح دادستانی سوئد جنایت جنگی رو مطرح کرد که توی خود کیفر خواستم که نگاه بکنید، میگم که جنگی بوده بین ایران و عراق و در این جنگ سازمان مجاهدین به عنوان بخشی از نیروهای به اصطلاح دستگاه ارتش صدام حسین رژیم بعث عراق در این جنگ شرکت کرده. حالا در صورتی که خب سازمان مجاهدین، حالا جدا از این که ما باش مخالفیم یا موافق هستیم که من خودم باش تضاد 180 درجه دارم، یه جریان بورژوایی ضد انقلابی ارزیابیش میکنم، اما سازمان مجاهدین حداقلش از 30 خرداد 60 جدا از اون چیزی که عملکردش مورد قبول من و شما هستش، با رژیم جمهوری اسلامی درگیری هم نظامی داشته هم سیاسی داشته. حالا اینکه در اون موقع در عراق از امکانات دولت عراق هم استفاده می کردن، این تفاوت داره با این که بخشی از به قول معروف دست ارتش بعث عراق باشد، که این مسئله در دادگاه در این چیزی بود که تا لحظه آخر هم همونجوری که گفتم وکیل مجاهدین و شاکیان زندانیان سیاسی سابق مجاهدین و اونایی که به عنوان شاهد اومدن در اونجا، تمام تلاششون، تمام صحبتشون بر سر این بود که مخالف بودن با این مقوله که دادستانی سوئد مطرح کرده بود به عنوان جنایت جنگی. البته خب همونجور که گفتم این میتونه در آینده دستاویزی بشه، احتمالاً اون چیزی که مطرح میشه جنبه حقوقی که حقوقدانان بیشتر باش در روش نظر بدن، نه من، میتونه گریبان سازمان مجاهدین شاید بگیره در آینده اگر چنانچه حکمی صادر بشود به عنوان اینکه این بخشی از جنایت جنگی بوده و قاضی ها در اونجا بر اساس این کیفرخواست دادستانی بیان رأی صادر بکنن. این تمام اون چیزی هستش که من میتونم در این رابطه مطرح بکنم. متشکرم. دوست عزیز متشکرم. امیدوارم که دوستان صدای منو به یه نحوی به هر حال بتونن بشنون. در اینجا ازتون تشکر میکنم. مهدد عزیز، امیدوارم که بعد از اینکه شهر دادور عزیز هم حالشون بهتره، یک بار دیگه هم باز بتونین شرکت کنین. از اونجایی که شما محدودیت زمانی داشتین اینجا ازتون خیلی تشکر میکنم و میکروفونو میدم به دوست عزیزمون جمال. اگر جمال حسن، اگر ممکنه شما ادمین باشین جمال عزیز و نوبت بعدی با کنیز جمال میکروفون رو بگیرین. از مهداد عزیز متشکرم، به امید اینکه پای صحبت‌های بعدیتون بشینیم. خیلی ممنون، خسته نباشین.